لمیز خانوم، مادمازل چی شد؟ چرا داری گریه میکنی؟ میخواستم قبل از این بهت بگم، ولی صبح خوشحال بودی، نمیخواستم ناراحتت کنم. اتفاق بدی افتاده به هم نه. دیروز یه نامه از بابام رسید. واقعا؟ آره، داره به هم میگه بیا پاریس. نه، من مجبورم برم پیشش. نه حال به پاریس؟ آره، خیلی وقت به هم میگه بیا پیشم، ولی من نمیخواستم تنهاتون بذارم، ولی الان من مجبورم برم. منو ببخش. شماها که تنها نمیمونین، سمر خانم بهتون میرسه. اصلا تو دیگه نیازی به کمک کسی نداری. خب پس خوب شد بابا داره ازدواج میکنه. خیلی از دستمون خسته شده بودی، الانم تو فرصت مناسب میخوای ازمون خلاص شد. نه، داری اشتباه میکنی، من مجبورم. دروغه. نه حال. دروغه. نه حال. نه حال. نه حال. نه حال. وایسا. خیلی بد شد، نباید اینطوری بدون مقدمه میگفتم. خب به خاطر این حماقتم نهال خیلی اذیت شد. چرا میخوای ما رو تنها بذاری لمیز خانم؟ امروز به نهال گفتم از بابای نامه به هم رسید، میخوام برم پیشش پاریس. من به نهال گفتم ولی اون باور نکرد، فکر کرد دارم بهش دروغ میگم. من ازشون خسته نشدم، تو که میدونی من چقدر اونا رو دوست دارم. به هم بگو چرا اینقدر عجله داری؟ مهم نیست. پدرت هیچ نامه ای بهت نداده، تو اصلا نمیدونی که اون کجاست. نهال خیلی سعی کرد که بفهمه، ولی همیشه خبر بدی بهش میرسید. وقتی که مهند رفت پاریس تا دنبال پدرت بگرده، نهال میخواست غافلگیرت کنه، ولی فهمید که اون رفته به جنوب فرانسه. آدرسشو پیدا نکردی؟ بگو برای چی میخوای ما رو تنها بذاری؟ کسی از ما ناراحتت کرده؟ از طرز زندگی کردنمون خسته شدی؟ دیگه نمیتونی تحمل کنی؟ نه، مربوط به شماها نیست. اگه اصرار داری تصمیم با خودته، ولی اگه ماها علتش نیستیم، پس چرا میخوای ما رو ترک کنی؟ همه ی عمرم پیشتون خوشحال بودم، ولی الان شما دارین زندگی جدیدی میسازید. تو ازدواج میکنی و بچه های مامان جدید دارن. اینطوری دیگه دلیلی نداره که من بمونم. درکت نمی کنم، چرا اینطور فکر میکنی؟ به این فکر کردی اگه بری چی به سر نهال میاد؟ درسته که من با سمر ازدواج کردم، ولی حتی اونم جای تو رو تو قلب نهال نمیگیره. سهام بچه ها رو برای تو امانت گذاشت و امانت میمونن.